سپاه پاسداران در خبرگزاری خود درباره نتایج اجلاس روز دوشنبه اتحادیه اروپا نوشت در حالی که قرار بود سازوکار پرداخت مالی اروپا و جمهوری اسلامی روز دوشنبه رو نمایی شود اما این امر بار دیگر به تعویق افتاده و ابهامات تازه ای نیز در مورد این سازوکار مطرح شده و بر اساس گزارش های غیر رسمی قرار است اروپا در بیانیه خود به ابعاد دیگری در رابطه با نظام از جمله مذاکرات در مورد یمن و همچنین برنامه موشکی نیز بپردازد سپاه پاسداران افسود اظهارات هایکوماس وزیر خارجه آلمان ابهامات جدیدی در مورد این سازوکار ایجاد می کند. او گفت هدف اتحادیه اروپا این است که این اطمینان حاصل شود که می توان تجارتی که توسط آمریکا تحریم نشده حفظ شود و یک ابزار مناسب پرداخت بین المللی وجود داشته باشد تا در زمینه اقلام انسانی از جمله مواد غذایی و دارو مورد استفاده قرار گیرد. خبرگزاری سپاه پاسداران با سرخوردگی نوشت اظهارات هایکوماس عملا میزان اثرگذاری سازوکار مالی را با تردید جدی مواجه می کند چرا که اگر قرار باشد این کانال صرفا در زمینه های مورد استفاده قرار گیرد که تحت تحریم آمریکا قرار ندارند اساسا چه نیازی به چنین ساز و کاری وجود دارد به نظر می رسد، اروپا احتمالاً به دلیل فشارهای ایالات متحده از وعده اولیه خود عقب نشینی کرده و قصد دارد سازوکاری ایجاد کند که بیش از نتیجه عملی وجهی نمادین دارد.